بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط سه خبر فوری و مهم از افغانستان. در بدخشان چی میگذرد؟ چرا بدخشان حالات نظامی به خود گرفت؟ جابجایی 45 خانواده کوچی در دشت دره خوست‌ها. و در ادامه این گزارش جزئیات بازداشت مدیر مالی و اداره ولسوالی دره ولایت پنجشیر. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وبسایت خبری 8 صبح گزارش داده است که شهر فیض‌آباد بدخشان چهره نظامی را به خود گرفته است. منابع محلی در ولایت بدخشان گزارش می‌دهد که شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت حالت نظامی را به خود گرفته است. منابع روز دوشنبه 22 جوزا می‌گویند که بعد از کشته شدن چندین فرمانده ارشد طالبان در انفجار مسجد نبوی در این شهر، اختلاف‌ها میان نظامیان یفتلی و طالبان پشتون در این شهر به شدت افزایش یافته است. با گفته منابع شهر فیض‌آباد چهره نظامی را به خود گرفته است و طالبان در تمام چهارراه‌های این شهر است بازرسی ایجاد کردند. از سوی دیگر منابع میگویند که طالبان یفتلی در مهمانخانه استاد برهان الدین ربانی جلسه برگزار کردند و برای روشن شدن چگونگی انفجار مسجد نبوی رایزنی میکنند. این منابع افزود است که طالبان در بعضی از ساحات نیرو پخش کردند و برای طالبان پشتون اجازه ورود به محل جلسه ایشان را نمیدهند. یک منبع دیگر نیز گفته است که طالبان یفتلی انفجار در مسجد نبوی را کار طالبان پشتون میدانند و این انفجار را برخواسته از اختلافات درونی طالبان عنوان میکنند. گفتنی است که در دو انفجار هفته جاری در شهر فیض‌آباد، شش فرمانده یفتلی طالبان به شمول مولای نثار احمد معاون والی طالبان برای بدخشان و مولای صفی الله صمیم فرمانده پیشین امنیت طالبان برای ولایت بغلان کشته شدند. و در ادامه گزارش، جابجایی 45 خانواده کوچی در محله دشتک دره فرخانبل خوستاب. منابع از جابجا شدن 45 خانواده کوچی در خوست بغلان خبر می‌دهد. طبق روایت مردم محل، جنگجویان گروه طالبان مردم محلات ذکر شده را که در فصل بهار با مواشی خود بر مناطق بلند آبی و سرسبز در مناطق یلاق نشین می‌رفتند را کوچ اجباری دادند و دلیل آن را رشد نیروهای مقاومت در این مناطق عنوان کرده است. باید افزود که مردم محل چراگاهشان را در این فصل که از محلات خودشان هستند را از دست می دهند و با مشکلات جدی روبرو هستند. با این حال جابجایی 45 خانواده کوچی در محله دشتک دره فرخانبل خوستا، جنگجویان گروه طالبان خانواده های کوچی ها را در این منطقه که تعداد آنها به 45 خانواده می رسند جابجا کردند. در همین باره منابع محلی میگویند که بعد از جابجا کردن 45 خانواده کوچی، نیروهای طالبان با زور اسلحه مردم محل را از آنجا کوچ اجباری دادند. و گزارش دیگر این که طالبان مدیر مالی و اداره ولسوالی دره پنجشیر را بازداشت کرده است. منابع محلی از بازداشت مدیر مالی و اداره ولسوالی دره پنجشیر از سوی طالبان خبر می‌دهد. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که این فرد محمد پناه نام دارد و طالبان او را روز یکشنبه 21 جوزا از خانه‌اش در منطقه ولسوالی دره بازداشت کرده است. با گفته منابع طالبان برادر محمد پناه را نیز بازداشت کرده و با خود بردند. باید افزود که محمد پناه از زمان حکومت پیشین تا کنون به حیث مدیر مالی و اداره ولسوالی دره کار میکرد. تا کنون انگیزه بازداشت این افراد معلوم نیست. منابع محلی نیز میگوید که محمد پناه با هیچ گروه ارتباط نداشته است. ناگفته نماند که طالبان نیز در این مورد با رسانه‌ها چیزی نگفته است. روند بازداشت باشندگان پنجشیر از سوی طالبان در حال ادامه دارد که بعد تازگی سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که این گروه در این ولایت با مجازات گروه غیر نظامیان و اعدامهای فراقضایی اسیران مرتکب جنایت جنگی شدند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.